در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. انتقاد جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده از نقش روسیه در جنگ داخلی سوریه. چین شایعات مبنی بر ساخت پایگاه نظامی آموزشی در افغانستان را رد کرده و آن را به اساس خوانده است. و در بخش افق نو این هفته نگاه می اندازیم به تاریخچه هشتگ در دنیای فناوری و سهمگیری جوانان در هشتگ های تفریحی. سلام، با برنامه امروز چهارشنبه 29 ماه آگوست سال 2018 خوش آمدید. برنامه ما هم اکنون در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به طور مستقیم در حال نشر است. من یلدا بکتاش هستم و از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده همراه ما باشید. با گزارش شبکه خبری CNN و روزنامه واشنگتن پست، کوریای شمالی هفته گذشته نامه‌ای را به ایالات متحده فرستاده است که در آن هشدار داده است که گفتگوهای خلع سلاح‌سازی اتمی کوریای شمالی ممکن فسخ گردد. و نقل این گزارش‌ها لحن شدیدی که در این نامه از آن استفاده شده بود باعث شد تا رئیس جمهور ترامپ سفر مجوزه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را که قرار بود جمعه گذشته به پیونگ‌یانگ برود فسخ کند. وزارت خارجه آمریکا از تایید و یا رد وجود این نامه خودداری کرده است. هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه این خبر را که کوریای شمالی این نامه را به ایالات متحده ارسال کرده است نه رد و نه تایید نمود، ولی او گفت که ممکن کوریای شمالی موضع خود را متحول ساخته باشد، ولی ایالات متحده موضع خود را در مورد تحریمات بر کوریای شمالی تغییر نخواهد داد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نقش روسیه در جنگ داخلی سوریه را در حال مورد انتقاد قرار داد که وزارت خارجه آمریکا بر مسکو فشار وارد می‌کند تا مانع حملات بیشتر رژیم سوریه با استفاده از سلاح کیمیایی بر مردمش گردد. شرح گزارش را از همکاران نجیب خلیل می‌شنویم که از اتاق خبر صدای آمریکا با ما هستند. نجیب جان سلام به شما. نظریات آقای ماتیس در مورد نقش سوریه چی است؟ سلام یلدا جان. بله، آقای ماتیس که دیروز سه‌شنبه در مقر وزارت دفاع آمریکا صحبت می‌کرد، روسیه را مسئول دوام جنگ داخلی سوریه خواند و گفت که حمایت روسیه از عساکر حکومتی است که جنگ داخلی سوریه تا حال دوام دارد. آقای ماتیس روی ایجاد صلح و آرامش و امنیت در سوریه تاکید کرد و گفت ایالات متحده تا زمانی در سوریه باقی خواهد ماند که مطمئن شود که مردم سوریه دوباره قادر به ادامه زندگی عادی خود شوند. توجه بیننده‌های محترمه به این گزارش جلب میکنم. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده علت جنگ 7 ساله سوریه را که هنوز ختم آن نامعلوم است حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد میخواند. آنها کاری در آنجا ندارند. با هدف ما سپردن مسئله جنگ داخلی سوریه به روند ژنو است تا مردم سوریه بتوانند یک حکومت جدید را تشکیل دهند که بر رهبری اسد نباشد. در حالی که عساکر سوریه به حمایت روسیه و ایران با شورشان در غرب سوریه می جنگند، ایالات متحده نیروهای محلی را در جنگ با داعش در شرق کشور کمک می کند. اما اردوی ایالات متحده به صورت کامل از جنگ داخلی سوریه خارج نیست و رئیس جمهور ترامپ دو بار علیه نیروهای سوریه در واکنش به حملات سلاح کیمیایی علیه مردم ملکی هدایت حمله را داد. با شما اطمینان میدم که وزارت دفاع فعالانه با روسیه در تماس بوده تا آنها را به جلوگیری از آن تشویق کند. در حالی که داعش در کمتر از 2% قلمرو میجنگد که زمان تمام آن را تحت کنترل داشتند، اوایل امسال آقای ترامپ از عساکر آمریکا خواست که سوریه را ترک کنند.
وقت آن است. ما علیه داعش بسیار موفق بودیم. ما از نظر نظامی علیه هر کس موفق خواهیم بود. اما برخی اوقات باید برگشت و ما به این موضوع بسیار جدی فکر میکنیم. اما آقای ماتس گفت هنوز کارهای باقی مانده که باید صورت گیرد، به شمول شکست داعش در وادی دریای فرات. اگر مردم محل بتوانند که امنیت را حفظ کنند، مسلماً تعداد عساکر خود را به سطحی کاهش می‌دهیم که توانمندی جلوگیری از بازگشت مجدد داعش را داشته باشند. اما این واقعاً مرتبط به دریافت راه حل برای عملکرد اسد است. از سوی دیگر دیروز سه‌شنبه یک هیئت ایالات متحده به رهبری ویلیام روباک مشاور ارشد نیروهای ائتلاف برای مبارزه علیه داعش در سوریه با رهبران قبایلی ناحیه دیر الزور و ساحات دیگر ملاقات کرد. می خواهم مردم منطقه را اطمینان دهم. منطقه سرحدی دیر الزور را که ایالات متحده نیروهای ائتلاف اینجا باقی خواهند ماند. ما داعش را شکست خواهیم داد و ما برای استقرار این ساحه کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که مردم دوباره قادر باشند که به زندگی عادی خود ادامه دهند. آقای روباک به نقل قول از رئیس جمهور ترامپ افزود که ایالات متحده در ساحه شمال شرق سوریه باقی خواهد ماند تا شکست دائمی داعش را تضمین کند و همچنان در خروج تمام نیروهای ایرانی و جنگجویان وابسته به آن اطمینان حاصل کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز تلفنی با هم گفتگو کردند. در این گفتگو دو طرف در مورد تأثیرات استراتژی رئیس جمهور ترامپ در قبال آسیای جنوبی در سال گذشته بحث و گفتگو نمودند. آنها همچنان در مورد مسائل امنیتی افغانستان و تلاش‌ها برای پیگیری روند صلح در افغانستان و انتخابات پارلمانی این کشور حرف زدند. در این گفتگو آقای پنس و تعهد آمریکا و جامعه جهانی برای حمایت و همکاری با دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور نیز تاکید کرده است. با گزارش رویترز، هوا چونیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین مقاله ای را که در آن ادعا شده بود که کشور چین قصد دارد تا یک پایگاه نظامی آموزشی را در داخل افغانستان و در منطقه واخان برای عساکر افغان بسازد و برخی از عساکر خود را نیز به آنجا اعزام کند رد کرد. این گزارش در روزنامه چینایی به نام The China Morning Post و نقل قول از مقاماتی که نامشان ذکر نشده بود و چاپ رسیده بود. این گزارش ادعا می‌کند که چین یک پایگاه آموزشی در افغانستان ساخته است و می‌خواهد نیروهای نظامی به آنجا بفرستند. چین قصد ساخت هیچ نوع پایگاه نظامی در افغانستان را ندارد. بنابراین این اطلاعات نادرست است و هر نوع خبر در این زمینه نیز بی‌پایه و اساس می‌باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته است که کمیشنر مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی چین در رأس یک هیئت بلندپایه امروز به کابل سفر کرده و با مقامهای این وزارت گفتگو کرده است. در این اعلامیه آمده است که حکمت کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و چینگ گوپینگ، کمیشنر مبارزه با تروریسم و امور امنیتی چین، در مورد همکاری‌های بهتر برای مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو کرده و بر تقویت روابط اقتصادی و امنیتی میان دو کشور نیز تاکید کردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا استراتژی واشنگتن را برای افغانستان کارا خوانده و گفته است که با آن میتوان پیشرفت کرد. جیمز ماتس در یک کنفرانس خبری مشترک با جنرال جوزف دنفورد، لویدرستیز قوای مسلح ایالات متحده، بر روز سه‌شنبه پیشنهاد خصوصی سازی جنگ افغانستان را نیز به بنیاد خواند و آن را رد کرد. همکارم محمد احمدی را از مقابل کانگرس با خود داریم تا جزئیات بیشتر اظهارات این دو مقام ارشد دفاع آمریکا را ارائه کند. آقای احمدی سلام، بفرمایید.
سلام به شما خانم بکتاش و بیننده های تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع آمریکا دیروز سه موضوع در ارتباط با افغانستان مطرح شد. یکی که چگونگی ادامه جنگ افغانستان و پایان جنگ افغانستان که وزیر دفاع آمریکا گفت که هنوز معلوم نیست و این بستگی به شرایط داره و دوام حضور نیروهای آمریکایی هم بستگی به شرایط جنگ در افغانستان داره. موضوع دیگر خصوصی سازی جنگ افغانستان بود که اشاره‌ای بود به درخواست یکی از متنفذین جنگ آمریکا بود که او را رد کرد و گفت که هیچ علاقمندی برای خصوصی‌سازی جنگ افغانستان در شرایط حاضر نیست. و موضوع بعدی موضوع مذاکره با طالبان و مصالحه افغانستان با طالبان بود. همه این مطالب را جزئیات بیشترش در این گزارش می‌بینیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که با این استراتژی طالبان بیش از هر وقت دیگر در موقف مایل به مذاکره دیده می شوند. جم ماتیس گفت که اعلامیه اخیر رهبر طالبان که تا اکنون پیشینه نداشته است به صراحت نشان داده است که مذاکره روش ختم جنگ در افغانستان است. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که یکی از عناصر اساسی استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعمال فشار بر طالبان است تا آن گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وادار شود. به گونه ای کامل از مذاکرات صلح به رهبری و ملکیت افغان ها حمایت میکنیم. مبارزه جدی برای متقاعد ساختن طالبان و کشاندن آنان به مذاکرات صلح جریان دارد. طالبان در جنگ برنده نمیشوند و باید مذاکره کنند. آقای ماتیس پیشنهاد خصوصی سازی جنگ افغانستان را رد کرد. وقتی که آمریکایی‌ها اعتبار کشور خود را در خط مقدم قرار می‌دهند، خصوصی سازی جنگ افغانستان شاید مفکوره معقول نباشد. اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش می‌کند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ آمریکا را در افغانستان خصوصی بسازد و مسئولیت آن را به شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکا بسپارد و از سوی دیگر معادن آن کشور را استخراج کند. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که پلان اریک پرنس را بررسی نمی‌کند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، از این اظهارات جم ماتیس استقبال کرده به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان توانایی برقراری امنیت و دفاع از کشورشان را دارند. در همین حال جوزف دنفورد در مورد ایجاد پایگاه دائمی آمریکا در افغانستان گفت که ایالات متحده ماموریت دائمی دیپلماتیک در افغانستان و جنوب آسیا خواهد داشت، اما گفت که قطعا انتظار نمی رود که قوای آمریکایی مستقر در افغانستان به حضور پایدار و دائمی در آن کشور متحد باشند. آقای ماتیس افزود هر گونه تصمیم گیری در مورد ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان وابسته به وضعیت در آن کشور و توانمندی کامل قوای افغان به دفاع و تامین امنیت کشورشان است. تنها ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد. در ماموریت افغانستان بیش از 30 کشور جهان دخیل است و از حکومت که ملل متحد آن را بر رسمیت میشناسد حمایت میکنند. در افغانستان ایالات متحده به تنهایی حضور ندارد و نباید این گونه باشد. ما در افغانستان هستیم تا امنیت ایالات متحده یک بار دیگر مورد تهدید قرار نگیرد و مردم افغانستان نیز در کنترل آینده ایشان دخیل باشند. ایالات متحده آمریکا در حالی به ختم جنگ از طریق مذاکره و مفاهمه میان طالبان و حکومت افغانستان تلاش دارد که در 17 سال گذشته بیش از 2400 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند و صدها میلیارد دلار دیگر را صرف این جنگ کرده است. خب اظهارات این دو مقام آمریکایی در حالی است که قرار است روز یکشنبه فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان رسما کارش آغاز بکنه. جنرال آستین میلر جانشین جنرال جان نیکلسن خواهد شد و فرماندهی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان را به دوش خواهد گرفت. خانم بکتاش، تشکر. آقای احمدی، روزتان خوش. میانمار یافته‌های گروه حقیقت‌یاب سازمان ملل را که اردوی این کشور را به نسل‌کشی و نقض قوانین بشری علیه مسلمانان روهینگیایی متهم کرده بود رد کرد. سخنگوی دولت میانمار بر رسانه‌های دولتی این کشور گفت
که نتیجه این گزارش و صدور هر نوع قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل را نمیپذیرد. در گزارش جداگانه وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که اطلاعاتی را که از مسلمانان روهینگیایی جمع‌آوری کرده، گزارش سازمان ملل را در مورد خشونت‌های اعمال شده توسط اردو و نیروهای امنیتی میانمار را علیه مسلمانان روهینگیایی تایید می‌کند. اوایل این ماه اداره ترامپ تعزیرات هدفمندی را علیه 5 فرمانده ارشد اردوی میانمار وضع کرد. گروه حقیقت یا به سازمان ملل خواستار فرستادن میانمار به محکمه بین المللی جنایات است. مراسم یادبود از سناتور جان مکین امروز در ایالت آریزونا، جایی که او برای 30 سال به نمایندگی از مردمش در سنای آمریکا حضور داشت، انجام می شود. پس از یک مراسم فاتحه خصوصی در فینیکس، شهر مرکزی این ایالت، این مراسم برای مردم باز خواهد شد تا مردم این شهر به این سناتور فقید ادای احترام کنند. مراسم یادبود مکین بر روز جمعه و شنبه این هفته در واشنگتن نیز برگزار می‌گردد. آقای مکین بر روز شنبه بر اثر ابتلا به سرطان مغز درگذشت. درخواست دکتران با خانواده ها همکاری می کنند تا مانع اعتیاد جوانان شوند. همکاری خانواده زندگی سالم جوانان را تضمین می کند. مواد مخدر قاتل خاموش. با تشکر از اینکه همچنان بیننده برنامه ما هستین. شهروندان ولایت هرات میگویند به تفاوتی دولت در قبال جمع‌آوری معتادین از پارک‌های تفریحی باعث شده تا خانواده‌ها کمتر در پارک‌های سطح شهر حضور یابند. آنها حضور معتادان در پارک‌های تفریحی را تهدید بزرگ برای آینده اطفالشان می‌دانند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد. وجود هزاران فرد معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات روز به روز باعث برهم خوردن بیشتر نظم شهری و به بار آمدن مشکلات برای شهروندان این ولایت شده است. شهروندان هرات با انتقاد از مسئولین دولتی میگویند پارک‌های شهری به جای مناطق تفریحی برای مردم تبدیل به مکان‌های امن برای استعمال مواد مخدر به معتادان شده است. معتادین از این مواد مخدر استفاده میکنند، هم دود از او باعث آزار اذیت میشه و مسبب امراض گوناگون میشه برای اطفال از اونها، و هم این که باز هم به آینده برای از اون اثر از اون تاثیر زشت و بد نگذاره. پارک تفریحی که از سهولت خوب برای مردم ایجاد کرده، ولی متاسفانه که امی متادین که اینجمه فضای پارک آلوده ساختن و امی دود از این باعث میشه که فامیلا با امرو اطفال خود آماده نتانند، به خاطر که ناشی عظیمش که به وجود از نو صدایت کنه. اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگویند حضور معتادین در پارک ها باعث می شود تا بسیاری از فامیل ها از ترس روی آوردن اطفالشان به اعتیاد در این مکان های تفریحی حاضر نشوند. وجود معتادین در پارک ها و در واقع بعض وقتا با وجود معامله گران مواد مخدر در پارک ها باعث می شود که اول مردم خیلی احساس امنیت نکنند، دوم احساس می کنند که برای جوان ها و برای نوجوان های اونها به یک شکلی بدآموزی دارد. افراد معتاد به مواد مخدر در شهر هرات اما میگویند جایی برای زندگی ندارند و زمانی که به پارک ها می روند با بیمهری مردم روبرو شده و حتی در برخی موارد مورد لط و کوب شهروندان قرار می گیرند. داخل پارک ها مردم خود ما برخورد بعد آمده، یکی فاش آمده، یکی دو آمده، یکی می زنه ما، بالاخره اذیت خوب نداریم، همه فهم که چی کار بکنیم، به کجا بریم، به پیش کی بریم، حالا که این مشکلات گرفتار شده من. خب مجبوره، خود را آخر میکشیم میریم، یا دو میکنن یا مثلا سرسده میکنن، میفهمیم ریسیفید است یا صاحب خراب میشه یا دیگه میشه، خلاصه خود میکشیم ما میریم کنار، گذشت میکنیم ما، خود گیر نمیکنیم به اونا، مثلا سختگیری نمیکنیم، اگر سختگیری کنیم حتما ما رو میزنه اونا. اما مقام های محلی ولایت هرات میگویند برای پایان دادن به این نگرانی شهروندان برنامه خاص را روی دست گرفته و از اعضای کمیسیون جمع‌آوری معتادین در این ولایت خواستند تا در گام نخست معتادین حاضر در پارک ها را برای تداوی جمع آوری کنند. موجب آزار و اذیت خانواده ها خواهند شد. به همین بنا است که هدایت مقام ولایت هرات به کمیسیون جمع آوری است تا در کنار از اینکه معتادین خیابانی زیر پوشش می کنند، در داخل پارک ها هم اقدام به جمع آوری معتادین و
برخی از افراد اقدام کنند. به باور آگاهان، معیاری نبودن روش تداوی، فعالیت گسترده خرده فروشان مواد مخدر، فقر و بیکاری طی سالهای اخیر باعث شده تا هرات همچنان به عنوان یک ولایت با شمار بالای معتادین در این کشور معرفی گردد. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. دوستان، در بخش جوانان این هفته موضوع هشتگ و استفاده آن در دنیای مجازی توسط جوانان موضوع گزارش است که میزبان این بخش سحر عظیمی شرح بیشتر آن را به شما ارائه می کند. سحر جان سلام، هشتگ در رسانه‌ها چگونه استفاده میشه؟ با سلام به شما و دوستان بیننده، هشتگ یکی از رایج‌ترین گزینه تشریک مطالب در رسانه‌های اجتماعی است. از هشتگ در کمپین‌های مدنی، فعالیت‌های سیاسی و تفریحی استفاده می‌شود. جوانان از هر سه گزینه، یعنی برای فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، سیاسی و تفریحی، از هشتگ‌ها استفاده می‌کنند که شرح آن را در گزارشی که به همکاری همکارم هوشنگ فهیم تهیه شده مشاهده می‌کنید. تا به حال به این فکر کردید که دلیل استفاده از هشتگ در دنیای مجازی چیست و از کجا منشأ گرفته؟ هشتگ برای اولین بار 11 سال قبل در آگوست سال 2007 توسط کریس مسینا، کارشناس فناوری اجتماعی، در توییتر استفاده شد. مسینا به هدف تشریک موضوع و ترغیب تبادل نظر در جهان مجازی دست به این کار زد. توییتر در سال 2009 برای ایده هشتگ گزینه جستجو را ایجاد کرد. هنگامی که اینستاگرام در سال 2010 را اندازی شد، کاربران شروع به برچسب زدن عکس‌ها با هشتگ‌هایی مانند هشتگ نو فیلتر و یا هشتگ یولو کردند. فیسبوک هم گزینه هشتگ را در سال 2013 فعال ساخت. هشتگ در مدت کوتاهی هم به یک گزینه جدی برای اعتراض‌های مدنی و هم به یک گزینه تفریحی برای جوانان مبدل شد. جنبش‌های فعالین مدنی با هشتگ‌هایی مانند هشتگ نیور اگین، هشتگ می تو و هشتگ بلک لایفز ماتر حمایت گسترده‌ای را از سرتاسر جهان به خود کسب کرد. استفاده از هشتگ در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 با برچسب‌هایی مانند هشتگ I'm with her، هشتگ lock her up و هشتگ make America great again مروج بود. We will make America great again. جالبترین مجموعه از هشتگ ها، هشتگ هایی است که توسط جوانان روی هدف تفریح و سرگرمی در رسانه ها مروج می شود که تازه ترین آن هشتگی به نام In My Feelings است که سرتاسر جهان جوانان را ترغیب به تهیه ویدیو و تشریک آن در رسانه های اجتماعی کرده است. این هشتگ از آهنگ آوازخوان هیپ هاپ دریک الهام گرفته است. برخی از این هشتگ ها برای حامیان آن خطرهای را نیز به بار آورده است. هشتگ این مای فیلینگ باعث تصادف های ترافیکی زیاد و مجروح شدن برخی از افراد شد و حتی در برخی کشورها ممنوع قرار داده شده است. در تازه ترین مورد، یک زن به خاطر این هشتگ در عربستان سعودی دستگیر شده و احتمالاً زندانی می شود. این هشتگ باعث نوآوری در اجرای رقص به این آهنگ نیز شد. دو پسر جوان از هند در مزرعه خود و بعد یک افغان با پوشیدن برقه در اجرای این آهنگ بیننده های زیادی را در رسانه های اجتماعی داشتند و هنوز این هشتگ در میان جوان ها دست به دست می شود و ویدیوهای تازه آن در رسانه ها پست می گردد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. جوانان عزیز، اگر تقاضای مطرح شدن موضوعی مشخص در این بخش برنامه توسط من دارید، راه ارتباطی من با شما ایمیل من هست و منتظر پیام های شما هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. تشکر سحر جان از گزارش بسیار جالبتان. منطقه سیلیکون ولی یا سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیای آمریکا من حیث مرکز خلاقیت های تکنولوژی در جهان شهرت دارد، اما به تازگی از شهر ونکوور کانادا هم به صفت رقیب سیلیکون ولی یاد می شود. سال گذشته سکتور تکنولوژی در ولایت بریتیش کلمبیای کانادا 15 میلیارد دلار عاید داشت. اکمل داوی در این گزارشش به ویژگی رشد تکنولوژی در ونکوور پرداخته است. از غول‌های چون مایکروسافت و آمازون گرفته تا هتل بین‌المللی ترامپ، شهر ونکوور توجه شرکت‌های بزرگ جهان را به خود جلب کرده است.
در حالی که در آمریکا مهاجرت به یک پدیده بسیار جنجالی و محدود کننده مبدل شده است، ولایت بریتیش کلمبیای کانادا برای جلب ماهرین خارجی برنامه‌های تشویقی دارد. روکساندرا فیدویک از رومانیا به ونکوور مهاجرت کرده و آینده روشنی را برای خودش در سکتور تکنولوژی می‌بیند. با اقامتم در اینجا دریافتم که فرصت‌های زیادی برای رشدم وجود دارد. اگرچه من به همین منظور به ونکوور نیامدم، حالا که آمدم هیچ نیت برگشت ندارم، به خاطر که اینجا برای آموزش بسیار فرصت وجود دارد و مردم جالبی هستند که با آموختن از آنها میتوانم مسلکم را توسعه دهم. جذابیت ونکوور اما به امکانات بهتر مهاجرت مختصر نمی شود. اینجا یک نسل نوی از زنان کدنویس برنامه های کامپیوتر، انجینیرهای سافت ویر و متشبسین تکنولوژی فرهنگ سکتور دیجیتال را تازگی خاص بخشیدند. مؤسس شرکتی که من در آن کار میکنم یک زن است و اکثریت بانیان آن هم زنند. من بسیار احساس خوشبختی میکنم که در همچون یک محیط همشمولی کار میکنم که در آن جنسیت اصلا مشکلی نیست و افراد بر اساس توانمندی های فردیشان کار میکنند. در ونکوور اتحادیه‌ها و گروه‌های زنان برنامه‌نویس و مخترع وجود دارد که برای توسعه و تحکیم نقش زنان در تمام ابعاد تولیدات تکنولوژی تلاش می‌ورزند. با آن هم حضور زنان در سکتور تکنولوژی همانند آمریکا فقط 20% است. فعالین زنان در تکنولوژی اضافه بر آن که خواستار 50% تمام تشکیلات شرکت‌های تکنولوژی هستند، یک معضل بلند مدت دیگری را هم هدف قرار دادند: معاش نامساوی. در نخستین سالهای کاری یک زن به وی 98 سنت در مقابل $1 که یک مرد عاید می کند می پردازند. با گذشت 5 تا 7 سال وقتی زنان در مسلکشان پیشرفت می کنند و تجارب کسب می کنند، این تفاوت به 93 سنت در مقابل هر دلار افزایش می یابد. تفاوت در عواید سالانه سکتور تکنولوژی ونکوور با سیلیکون ولی به صدها میلیارد دلار می رسد. و به نظر نمی رسد که این دو شهر در آینده نزدیک جایگاهشان را تبادله کنند. ویژگی ونکوور اما این است که هم برای زنان و هم برای ماهرین خارجی جذابیت خاصی یافته است. برای چهارمین بار مراسم عروسی گروهی از جوانان در مزار شریف برگزار شد. 75 زوج جوان که به دلیل فقر اقتصادی قادر به برگزاری مراسم عروسیشان نبودند، تی این مراسم عروسی کردند. میرویس بیژن همکارم از مزار شریف در این باره گزارش می‌دهد. مراسمی که برای این زوجهای جوان شادی آفرین است. 75 زوج جوان در ولایت بلخ مراسم عروسیشان را به گونه گروهی برگزار کردند. زوجهایی که به خاطر سنت‌های ناپسند و فشار مالی قادر به برگزاری مراسم عروسیشان نبودند. ما همه چیزی که مثلا مراسمی که ما می‌گرفتیم، ما بودجه‌شو نداشتیم که مثلا ما شخصی مثلا مراسم بگیریم و ما خواستیم که در این مراسم اشتراک کنیم چون این مراسم دست جمعی است. من پنج ما نامزد بودم و نامزدم توانش نداشت که عروسی کنیم. امی که در اینجا اشتراک کردیم بسیار خوشحال هستیم، توانش اما قطور شد که امیجا دیگه عرصی کردیم. گزاف بودن از اینه مراسم برگزاری عروسی ها در افغانستان سبب شده است که جوانان نتوانند ازدواج کنند. یکی از این زوج ها در این مراسم توانسته است پس از 5 سال کوشش ازدواج کند. مدت دو سال بهش عروسی نکردیم و دیگر یه عروسی دست جمعی بسیار چیز خوبی است که اقتصاد نداشتیم که عروسی بگیریم و تا در اینجا آمدیم. برگزار کنندگان این مراسم عروسی دست جمعی در بلخ میگویند برای هر زوج جوان تا 50,000 افغانی نیز جهیزیه که شامل تجهیزات خانه می شود هدیه داده شده است. این مصارف در دو بخش میشه تقسیم بکنیم. یک بخشش مربوط میشه به وسایل و لوازم اولیه زندگی، فرش و ظرف و بعضی از نیازمندی های زندگی که یک مقداری از این 50,000 افغانی مصرف در این بخش شده،
و بخش دوم مصارفی که برای همین روز مصارفی که در این روز میشه یک بخش مربوط به این مصارف. این چهارمین سال است که مراسم جمعی عروسی برای زوجهای جوان در ولایت بلخ به هدف ترویج جلوگیری از مصارف گزاف و مبارزه با سنت‌های بی اساس برگزار می‌گردد. میرویس بجان، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. بخش دری در همین جا به پایان میرسه، اما برنامه تلویزیون آشنا با میزبانی همکارم سید سلیمان آشنا ادامه می‌یابد. آقای آشنا سلام به شما، تازه‌ترین خبرایی که شما در نظر گرفتین چیست؟ سلام یلدا جان، منګه ډیر خبرونه کې ډیر مهم راپورونه د افغانستان